آقای دکتر، هر جا هستین سلامت و خوش باشید. تمنام لطف دارید. رازها و نیازها بفرمایید. خسته نباشید دکتر. خواهش کنم بفرمایید. می‌خواستم بگم که شما سال 77 حد زدید و از کشور خارج شدید. نه راجب اگر انقلاب میفرمایید، نه من از 1975 4 سال قبلشه. من کتاب جامعه امروزم از تا لغت زمان انقلاب رو داشت. من چون میدونید در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، در آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانس و حتی مدت کوتاهی در دانشگاه تربیت معلم رفتار جمعی و دگرگونی های اجتماعی رو درس دادم. کار من در حقیقت بیان تئوری ها و نظریه های مربوط به انقلاب بود و بنابراین حالا 2 سال قبل از کشور خارج شدم، برای که از نظر من ما وارد اون مرحله بعد عرض کنم که ولی 4 سال قبلش کتاب من 1975 نوشتم جامعه امروز رو و اونجا بهش اشاره داشتم برای درسی که در دانشگاه میدادم. البته اونا مهم نیست، فقط چون فرمودید فکر کردم یه تصحیح کوچیک هست، حالا در خدمتتونم. و حدستون اینه که مثلا تا 1 سال دیگه هم این حاکمان در ایران هستن؟ والا من ببینید کوتاهش میکنم چون وقت کمی است، هستاری هم متاسفانه بودید روی خط ولی نفر بعدی ما بودید. ببینید عزیز، از نظر من شرایط اقتصادی ایران اقتصاد ایران رو با یه بنبست تمام و عیار کمال روبرو کرده. ماجرای تولید به دلیل واردات به هم ریخته، ناچار تکنیک رو به هم زده، توزیع درآمد غیر عادلانه شده. اگر فرض کنید سطح فقر رو شما 700 هزار تومان یا 1 میلیون تومان بگیرید، وقتی حقوق کارگران 395 هزار تومانه، شما با یه واقعیتی روبرو هستید که خب آزاردهنده است. بنابراین وضعیت اقتصادی مسئله است. موضوع نگه داشتن قیمت دلار برای مدت‌ها که با قیمت واقعی یا قدرت خریدش نمیخون، مثلا در حد 1000 تومان یا کمتر از اون با واقعیت ها نمیخون. من یه سال و نیم قبل عرض کردم که قیمت دلار در مقابل مثلا ریال و البته بقیه پول ها یا ارز ها 2000 و 3000 تومنه و به همین جهت بود که توصیه‌ام به دوستان این بود که پول ریالی اگر نگه بدارید گرفتاری است. ماجرای تورم در ایران بر اساس گزارش ها اونور 20% یا 30% یا درباره برخی از کارهای ضروری حتی بیش از اونه. موضوع بیکاری به ویژه در نسل جوان و تحصیل کرده رقم بالایی است که هر جامعه‌ای رو به خطر می‌اندازه. بنابراین بعدم تحریم‌های اقتصادی که تازه اگر این یکی دو تحریم مربوط به بانک مرکزی و نفت از جولای به بعد اجرا بشه، این تحریم‌ها اگر در امریکا و انگلستان و ژاپن و آلمان هم بود، حکومت‌های اونها رو با مشکلات برخی از اوقات انفجاری روبرو میکرد. پس شرایط اقتصادی بسیار بده، اون عامل اصلی. مطلب دوم انقلاب 57 چون انقلاب ایدئولوژی و بستا باورها و اعتقادات بود، امروز برای اون ایدئولوژی دیگه جایی وجود نداره و اصولا توده تحصیل کرده و آگاه یا کسانی که پرسش و پاسخ میکنند و بحث و گفتگو دارن احتمالا خودشون رو فدای باورها و اعتقادات و ایدئولوژی ها نخواهند کرد. بنابراین اون عامل دیگری که برخی از اوقات هم موجب انقلاب و دگرگونی است یا هم موجب ثبات در یه جامعه کار نمیکنه. بحران سیاسی به ویژه در داخل و اختلافات و اشکالاتی که وجود داره و از جانب دیگه ماجرای در حقیقت فشار بین المللی و تهدیدهایی که به صورت بسیار جدی مطرحه، موضوع انرژی هسته ایران و یا انرژی اتمی ایران و تهدیدهایی که در این زمینه هست، خطای قرمزی که به هر حال کشیده شده و بعدم جنگی که در سطح جهانی به دلیل اهمیت انرژی و مسئله به هر حال اقتصادی در جهان هست، همراه با گرفتاریهایی که در اروپا هست و در امریکا هست، همه اینا وضعیت و شرایطی رو به وجود آورده بسیار بسیار ایران رو در مرحله بحرانی و خطرناکی گردشته. بنابراین از نظر من این وضعیت بسیار کوتاه مدتی است که بتونه در یه چنین نظم و تعادلی بمونه و واقعا صحبت من یک ساله است، مخصوصا با توجه به شما همیشه فرمودید که حرف اول پول میزنه برای منافع اینا. خب پول میزنه. نه جو عرض بذارید ما خدمتمونه بکنیم. نه صبر کنید. نه من عرضم این نیست که حرف اول پول میزنه، حرف اول منافع میزنه. منافع میتونه مادی یا چیزهای دیگه باشه. دو تا عامل دیگه هم هست علاوه بر منافع، مسئله در حقیقت امنیت هم مطرحه.
همجاست که ممکنه دولت امریکا یا ایران فرق نمی کنه. علاوه بر مسئله مالی به مسئله امنیت توجه کنم، به مسئله مالی هم به خاطر اینکه خمیرمایه قدرت اقتصادی است. ولی چون نمیخواستم عرض من رو یه جور دیگه بیان کنید، وقت من کم نیست، مطلبتون رو نفهمیدم که چی فرمودید. یعنی موضوع رو عرض کردم که این حاکمان به دولت‌های دیگه میگن که پول میدیم بذارید ما اینجا همون قدرتمون رو داشته باشیم. بسیار خوب، اگر شما فکر میکنید اونا به اندازه کافی پول دارن بدن و اینقدر این پول مهمه که اونا با بلو دست اینا نیست که بخوان یا نخوان. ببینید اینا میتونن نقش خودشون رو ایفا کنن، همونطور که دولت ایران میتونه در خصوص عراق یا افغانستان یا حتی در مورد امریکا و انتخابات امریکا همونطور که در سال 57 کرد نقش خودش رو داشته باشه. ما در دنیای وابسته به هم هستیم عزیز، بنابراین اون چیزی که مطرح است اگر شما یه حکومتی داشته باشید که به یک کشوری و به یه دولتی منافعی برسونه که هیچ جایگزین شما نتونه، خب معلومه طرفدار شما خواهند بود. یه بحث بسیار بدیهی است در روابط فردی، اجتماعی و سیاسی. ولی آیا این داستانی که اونا پول رو بدند، یک اینا اصلا چقدر پول دارن، بعدم چجوری میخوان بدن، بعدم مگر احتمالاً حکومت‌ها و دولت‌های قبلی یا بعدی این کار نمیتونم کنم. خب این نگاه نگاهی است که به من میخواید بفرمایید که کشورهای جهان بر اساس منافعشون راجع به ایران تصمیم میگیرن، کاملا حق با شماست. ولی اشکال چند چیزه، یکی این که ممکنه کشورهای جهان باشن که منافعشون با هم در تضاد باشه. شما میتونید این طرف امریکا و اروپا رو داشته باشید، اونور چین و روسیه رو دارید، اونور میتونید هند و برزیل و ترکیه رو داشته باشید. و بعدم یک دونه که نیست، اگه شما دو نفر بودید بله میگفتید ما برای تو بهتریم بله، ولی اگر کشورهای متفاوتن برو تازه مسئله فقط مسائل موقت کوتاه مدت نیست. بعد از اون دولت ایران حالا چقدر پول داره که بده، برای اینکه این ماجرای دادن پول شما تنها چیزی رو که دارید به یک اعتبار فرض کنید 100 میلیارد دلار است درآمد ارزی شما و اونم برای ورود کالاها بهش احتیاج دارید، گرفتاریایی که الان پیدا شده. اینکه این پولا رو بدید به کی بدید و بعدم آیا به یه نفر یا به یک کشور یا چهار کشور اگر دارید شما چقدر مهم هستید. فرض بفرمایید صادرات نفت ایران در مرز 2 یا 2.5 میلیون بشکه در روزه، مصرف جهان در حد 90 تا 100 میلیون بشکه است، یه نقش 3%، یعنی اینقدر هم نباید مسائل خارج از واقعیتش دونست، ولی یه گفتگوی دیگری است. اما من متاسفانه با آخر وقتم شد، ببخشید منو، متاسفانه باید خداحافظی کنم. در یک دقیقه استیمیت شما که واسه یک سال آینده است مثل سال 57 خون رو خون ریزی میشه؟ به نظر من خطری که برای وجود داره، من دو سال نیم قبل عرض کردم این ماجرا میتونه بین فرض کنید چون عددی که گفتم و تکرار 500 تا 50 هزار باشه، ولی ماجرای دیگری که خطر جدی مربوط به ایرانه مسئله جنگه و حمله نظامیه که اون عدداش میتونه یک بار چیز دیگری باشه. به همجه از که به من میفرمایید تو نگرانی، ناراحتی، احساس بسیار بدی از شرایط موجود دارید، حتما برای که دو مرتبه ما سر چهارراه حوادثی قرار گرفتیم که نیروهای بسیار عجیب و غریبی با قدرت‌های ویرانگر و نابود کننده ایران رو، خاورمیانه رو، جهان رو متأسفانه تهدید می‌کنن و ما درست در یه مرحله و کانون اون بحران الان قرار داریم. امیدوارم به گونه‌ای بگذره که خیر و صلاح همه است، ولی به ویژه مردم ایران و این امید من. حالا اگر خواستید وقت دیگه صحبت های با هم کنید، ببخشید منو ناچار باید خداحافظی کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.